بعد از اون دیگه متاسفانه 5 سال پیش علی رضا که خودش رو از بین برد دیگه نمیدونم، ولی نازنین اینقدر بچه باهوش، جوان باهوش و شوخ و علاقه ای که به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران داشت که درس خیلی خوبی در پرینستون خوند و بعد رفت هاروارد که مطالعات ایران پیش از اسلام و تاریخ گذشته بود. علی رضا موقعی که از ایران آمد بیرون پرچم ایران رو در چمدونش آورد که جوان بچه ای بود. متاسفانه علی رضا هم در زندگی میدونی خیلی از با وجودی که شوخ بود اصلا عجیب بود، همیشه اینقدر همه رو میخندوند و خیلی هم دوست داشت، ولی خب یه عده دورورش جمع شدن که ازش سوء استفاده کردن از لحاظ مالی، سوء استفاده کردن از لحاظ احساسی، سوء استفاده کردن، اینا همه اثر گذاشت روش و اونم متاسفانه یه خورده افتاد به دوای این خوردن دوای اونو خوردن. میدونی یه کسایی دورورش رو گرفتن از دوست دختر یا غیره که خیلی لطمه زدن بهش، خیلی لطمه زدن و چی بگم دیگه، موقعی که 5 سال پیش که توی سفری بود و برگشت به بوستون، حالا واقعا چه اتفاق اون لحظه افتاد که این خودش رو از بین برد دیگه نمیدونم، ولی حالا این مطلب رو کی نوشته بود، آیا همون شب نوشته بود، آیا قبلا که خواست که بسوزوننش و بعد خاکسترش رو بریزن به در بحر خزر. چی بگم دیگه، این دوتا نازنین بچه چجوری از این دنیا رفتن به دست خودشون، یعنی دیگه تلخ‌ترین چیز زندگی منه.